آیا ایبی بازی رو چطور میبینید؟ به عنوان کسی که تجربه زیادی توی داربی های گیلان داشتید. انشاءالا به امید خدا بریم اول یه بازی خوب و در کنارش یه نتیجه خوب. به هیچ وجه نامی نیست. بریم انشاءالا برای یه بازی خوب میتونیم انشاءالا سمتیاز رو بگیریم. گرچه روی به مستقیم هم هست. فکر کنم مساوی هم نتیجه بدی نباشه. ولی اون برای فارغ از نتیجه بازی خیلی خوب و بدون از مسائل حواشی که در این چند سال گذشته گردان بیرون باشه. ما سوابق 4 دهه با این تیم پرطرفدار و خوب سپیدرود ارتباط دوستی، رفاقتی و ورزشی داریم. من خیلی خوشحالم از اینکه سپیدرود و ملوان از افتخارات فوتبال گیلان هست. ضمن رفاقت ما رقابت دیرینه همیشه پایاپای با هم داشتیم. امروز هم به تصور من پیشکسوت یکی از هوادارای خوب فوتبال ملوان و سپیدرود انتظار یک بازی جوانمردانه و دوستانه رفاقتانه از هر دو تیم دارم. برد و باخت در زمین به عنوان یه رقیب از سوی هر دو تیم انتظار شاهدش هستم، اما در کنارش انتظار داریم که اون اصالت فرهنگی و اخلاقی رو هر دو تیم به معرض نمایش تماشاگرها قرار بدن. نظرتون بازی چند میشه؟ به اعتقاد من بازی رو پایاپای تصور میکنم. اولال رشتی ها تو شیشم بهمن ما بچم بوی سفید تو رشتم میره بالا بچم بوی سفید تو رشتم میره بالا. بازی 2% به نفع ملوان شک نکن اصلا. برد و باخت ما مهم نیست، انشالله با سر بلندی برگردیم. من از همینجا میگم، خواهش میکنم هیچ گونه توهین، هیچ گونه فحاشی، هیچ گونه اعتراضی نداریم. انشالله فوتبال سالم تحویل بدیم و به سلامت برگردیم. بازی مال ما است، امتیاز مال ما است. انشالله امروز بازی میگیریم که صد نشینی همینطوری ادامه بدیم. انشالله من نگاه کنم این بازی 100% مال ما است بدون شک. حتما میزنیم. ما دو تا تیم مثل رفیقیم، ولی بعضی موقع تو رفاقت هم اینجوری مرامز پیش میاد. انشالله که این امتیاز رو پشت میدیم. کاری نداره، داخل مسابقه با هم دیگه رقیبیم ما. انشالله این بازی مال ما است. ایران علبا، نظرتون در مورد بازی؟ بازی میریم برای یه بازی خوب و امتیاز. بدون چونی چرا بازی رو 2-0 میبریم. 3-0 ملوان. چطور میبینین بازی رو؟ بازی که والا استرس و چیزی باشه باید واسه تیم حریف باشه. ما هم صدر جدولی، هم بازی رفت و بردی، هم که طبق عادت همیشه ما تیم های رشتی ها راحت میبریم. واسه ما هیچ استرس وجود نداره. حالا میریم، ما میریم واسه تشویق تیممون. حالا دکاری به تیم میهمان میزبان نداریم. ما رفتیم میریم واسه بردمون. سی کمتر بگفتی تیم رو هم نزدیم. من فکر میکنم 1-0 میبریم، چون سپیدرود در حدی نیست که بخواد از ما امتیاز بگیره. ما تو رشت سپیدرود رو میبریم، قولم میدم که میبریم. گل رو پاره کرد میذاریم در رشتی، با یک گل زیر هشتی میذاریم در رشتی، با یک گل زیر هشتی. انشاءالله بازی خوبی باشه، با دست پر برگردیم و فشار روی ما نیست، فشار روی ماست، چون ما صد جدول داریم، امتیاز 4 امتیاز هم اختلاف داریم. ریلکس میریم، ریلکس هم ایشاله برمیگردیم. بازی ملوان سپیدرود، خب برجت دو تا تیم ریشه دار داره با هم دیگه بازی میکنن، ولی من احساس میکنم که
با توجه به جوانی تیم ملوان و کهنسالی تیم سپیدرود برگه برنده بیشتر به نفع تیم ملوان باشه تا اونا. به حال فشار روی اونا بیشتره، بازی رفت و باختن و در واقع با اختلاف 4-5 امتیاز هم از ملوان عقب‌تر، ملوان صدرنشین بلا منازع لیگ یک الان. من احساس میکنم ملوان بازی راحت‌تری داشته باشه، فشار بیشتر روی اوناست و من فکر میکنم ملوان با دست پر این بازی رو میاد بیرون. Thank you.
بغل خود من چند تا دماغ شکست. این فرهنگ بازیه به نظر شما؟ میگن تو انزلی اینجوری اونجوری، ولی جلوی من 45 دقیقه داشتم تماشاچی های رشت رو نگاه میکردم که من باده یه سنگ نخوره ببینی یا به صورتم. خودتون دیگه دیدید همه چی رو دیدید. بازم بگیم بعد میگن انزلی اینجوری اونجوریه. ما اومدیم این بغل واشتادیم که سنگ نخوریم. از دستشویی از اون ور 45 دقیقه من بازی تیممو ندیدم، فقط این ور دارم اینا رو نگاه. آیا تو برو بازی دیگه استادیوم دیگه برو ببین همچی چیزی هستش. او خدا هیچ چی نیستش. من اون خونی که ریخت. امیدواریم فرهنگ استادیوم به استادیوم بره. رفتار شد گذاشت اینجوری رفتار کنن همش قواشی شنیدیم یک کلمه به شما حرف نزدیم تو انزلی بیره ما اومد شیرینی براشون پخش کردن این رسم میشه مشکلی ما دوست داریم هر دو تیم بیاد بالا این چی وضعشه نمیتونن جمعیت جمع کنن چی بازی نذارن دیگه آقا این نمیشه که آقا ما سنگ خوردیم این طرفدار تیم ملوان از جام تخت جمشید تا الان این وضعشه ببین این بحث باید مامورین مسئولین جلوی اینا رو بگیرن دیگه آقا ببین ما مگه فوتبال ندیدیم ما نرفتیم همه شهر رو ما اولین دوره که ملوان اومده تهران آژاکس ایران آژاکس گیلا بود تمام تیمار ما زدیم با همه بازی کردیم اهواز از همه شهر رو اینجا چه خبره خب مسئولین به چطور مامور اعزام بزنن آقا نیاییم استادیوم نمیگیرن جلوشون نمیشه امنیت ابد ملوان ایران تا ابد ملوان تا ملوان دست در نکنید دست در نکنید آقا اعلام کنید خدای ما ناراحتیم ما نمیگیم فوش بده ما راضی نیستیم ولی میگیم آقا امنیت داشته باشیم یه خدایی نمیشه اینجوری الان ما نمیتونیم بریم خونه سنی از ما گذشته ما نمیتونیم بریم خونه سنگ ما سالی از ما گذشته پیرمردیم برابر باد ما جامو میگه در باشه بریم خونه بهش خبر ما مدوانیم عادت کردیم نمیتونیم نه نمیتونیم خونه بشینیم تلویزیون نگاه کنیم دوست داریم بازی رو زنده نگاه کنیم بازی رفت جو ازن شما دیدین دیگه الان با این جوی که امروز دیدی نباید محروم بشه واقعا من صدقه دو جلسه محروم بشه تماشا از تماشا چی؟ آتیش بیاد، زلزله بیاد، همه جا رو میکنیم به خودمون بهش این نتیجه مساوی مبارک رشتی ها باشه ما رو فقط برد، بیرم تره ما رو فقط برد ارضا میکنه اینو بعد تو مینویسم ما رو فقط برد ارضا میکنه مبارک داداش های گل رشتیم باشه این نتیجه مساوی مبارک داداش های گل رشتیم باشه ما رو فقط برد ارضا میکنه ما اینجا که سهله تا جهنم واقعی شم اینجا بهشتیم همراه تیمی آشیری
در مورد بازی و گلی که به ثمر رسونی بگو. حالا بازی خیلی خوبی بود، ما از هم اولش اومده بودیم واسه برد، خدا رو شکرم که تونستیم گل اول هم بزنیم با پاس خوب شاهین، همه سعی تلاششون رو کردن که تونستم من گل بزنم، اما نیمه دوم یه خورده به هم ریخته بودیم، اونا یه خورده فشار آوردن و گل به همون زدن، والا لطف خدا بود که تونستم این گل بزنم، حس خوبیه، خیلی حس خوبیه که بتونی رفت و برگشت به تو بازی دربی گل بزنی، خیلی حس خوبیه. در مورد هوادارامون هم که خیلی سنگ تموم گذاشتن، اما اونا همش بطری و این چیزا پرت میکردن که حتی یه صحنه بود میخواستم کورنر بزنم نزدیک بود بطری بخوره به سرم، اونا خیلی بطری پرت میکردن، اما هوادارامون واقعا سنگ تموم گذاشتن، از دقیقه یک تا دقیقه 90 همینطور تشویق کردن، دستشون رو میبوسن. کایچ کارتی نبود، نمیدونم چرا داور کار، به خاطر آفساید بود، من به کمک داور گفتم آفساید، آفساید نگرفت، یه خورده من زیادیش کردم، اونم کارت سختاره شدم و بازی بعدی محروم شدم، انشالله بازی با اوکسین بتونم جبران کنم بازی کنم، حرف نداری ولی همینه آقا دایکر عزیب، حرف نریه جانبی میدم، خوب هستی، بازی بالاخره بازی اساسی بود دیگه، جدول تیمای اول و دوم بودن، خب یه اساسیتی بین فوتبال رشت و انزلی هم هستش، خدا رو شکر حالا نتیجه‌ای که ما گرفتیم نتیجه بدی هم نبود، در ابتدا جلو بودیم میتونستیم حفظ کنیم، در ابتدا خب تیم ما هم تیم جوونیه، من فکر میکنم که نتیجه بدی نبود، امیدوارم که در ادامه بتونیم نتایج خوبی کسب کنیم و همین راه رو ادامه بدیم، حالا یه میگم یه اساسیتایی وجود داشته و داره، به نظر من زیاد چیزی نیست. همون که بگم کردن اومدی شاید فواشی ها به خودت بودیم و به این و این که بوتی هایی هم به پرتاب میشه، اشیایی به پرتاب میشه، حالا من زیاد از اولش وارد حاشیه نشدم، سعی میکنم با بعد اینم وارد حاشیه نشم، بالاخره من ملوان دارم بازی میکنم واسه این تیم، پیرهن این تیم پوشیدم، اونا هم شاید حالا یه دلخوری نسبت به من دارم، ولی واقعا نه من مصاحبه تندی کردم نه اینکه بخوام حرفی زده باشم، اونا هم بالاخره همشهری های من هستن، دوستای من هستن، فرقی نمیکنه، حالا فوتبال همینه، امیدوارم این زشتی های فوتبال رو نبینیم، امیدوارم که بالاخره اونا هم از کم لطفشون نسبت به من کم کنن، چون واقعا اینجوری هم نیست که قضاوت بدی میکنن راجع من.